مسئله شرعی این است که هر خانم مکلفی که به سن تکلیف رسید که 9 سال قمریش تموم شد وارد 10 سال شد، همون روزی که وارد 10 سال قمری میشه که به سالهای شمسی چند ماه کمتر از 10 سال شمسی، یعنی کمتر از 9 سال قمریه، به سالهای شمسی چند ماهی کمتره، 9 سال قمری کمتر از 9 سال شمسیه، یعنی اگر به شمسی حساب میکنن چند ماه کمتر از اینکه 9 سال دختر خانم تمام شده باشه میشه شرعا مکلف. وقت این خانم که مکلف شد از نظر احکام شرعیه و وظائف واجبات محرمات فرق نمیکنه با اون خانم 67 ساله، واجبات و محرماتشون عین همه، فرق نمیکنه مگر اون واجبات و محرماتی که موضوع نداشته باشه، یعنی اون خانم هنوز شوهر نداره، خب واجبات و محرمات نسبت به شوهر برش نیست، یا اولاد نداره هنوز واجبات و محرمات نسبت به اولاد برش نیست. اگر نه یه خانم 9 سال کامل به سالهای قمری و یه خانم 70 ساله 80 ساله هیچ فرق نمی کنه، هر دو مکلف هستن به تکلیفات شرعیه. یه تکلیف های کم و بیش معروفه، وضوع، غسل، نماز، روزه است مثلا، این تکالیف کم و بیش معروفه. اما من میخوام اینجا دو تا از تکالیف را به عنوان بیان حکم شرعی عرض کنم. یکی این است که بر هر خانمی که مکلف شده واجب است اون مسائل شرعیه‌ای که در معرض ابتلا هست، محل ابتلاش هست، اونا رو واجب یاد بگیره و عمل بکنه، هم یاد بگیره هم عمل کنه. یعنی چی؟ این خانم برش واجبه برای نماز وضو بگیره، خب واجبات وضو چیه؟ مبتلات وضو چیه؟ این خانم واجبه یاد بگیره، چون اگه یاد نگیره ممکنه در اشتباه بیفته وقت معذور نیست. نماز میخواد این خانم بخونه، واجبات نماز چیه؟ محرمات نماز چیه؟ مبطلات نماز چیه؟ اجزاء و شرائط نماز چیه؟ این خانمی که 9 سالش کامل شده واجب اینا رو یاد بگیره، البته قدری که توان داره، قدری که قدرت داره، قدری که میشه. قدرت از شرائط عامه تکلیفه، اگه یه چیز انسان قدرت نداشت معذوره، نه اینکه واجب نیست، معذوره. پس واجب است مسائلی که محل ابتلای این خانم هست واجب یاد بگیره. حتی فقها تو رساله ها بعضی هاش نوشته، رساله های مفصل هست، تو کتاب های فقهی مفصل هست، اون مسئله هایی که احتمال داره محل ابتلاش بشه اونا هم واجب یاد بگیره، که اگر یاد نگرفت و تو اشتباه افتاد معذور نیست، این گناه کرده، این معصیته. حتی مسائلی که فقها ها ذکر فرمودن، مسائل شک و سهو، این خانم باید نماز میخونه یاد بگیره که اگه شک بین 2 و 3 کرد، شک بین 3 و 4 کرد، شک کرد الله اکبر گفت پاشده، شک کرد این الله اکبر یه که باید به رکوع بره یا نه از رکوع پاشده بنست به سجود بره، اگه یه همچی شکی کرد چه کار باید بکنه. این مسائلی که احتمال داره محل ابتلاش بشه اینا هم واجب یاد بگیره، مسائل شک، مسائل سهو، که اگر یاد نگرفت و این تو این شک افتاد و برخلاف واقع عمل کرد، این کار حرومی کرده، یعنی یکی از محرمات این معصیته.